مسئولان یک بنیاد خیریه در برنامه همایش تقویت نظام در پرتو علم و هنر از حکومت امارات اسلامی خواهان تجدید نظر متدهای درسی شده میگویند پیشرفت جامعه بدون درس و تحصیل امکان پذیر نیست و باور آنان تقویت نظام اسلامی و رشد فکری نیاز دارد تا نصابهای درسی مکاتب و دانشگاه ها تجدید نظر شود. سید حسن هادی مسئول بنیاد خیریه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم گفت افغانستان دارای معادن کافی و آبهای شیرین است، اما در علم استخراج معادن و استفاده از سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی هنوز موفق نیست. آقای هادی از مسئولان امارت اسلامی خواست که در ولایت دوردست امکانات کافی را برای فرا گرفتن دانش آموزان فراهم نمایند. معادن سنگ‌های زینتی و قیمتی بسیاری داریم. تنها چیزی که نداریم علم استخراجشان و علم استفادهشان نداریم. و مخاطر ما بدونیم که بهره‌ای از این معادن خود داشته باشیم، از آب خود داشته باشیم، اینا خود به خود به بیرون میرن، یا قانونی یا غیر قانونی. در همین رابطه میر محمود شاه هاشمی رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان بر رشد فرهنگ هنر تاکید کرده گفت زبان هنر بهترین زبان برای بیان دردها و حقیقت‌های یک جامعه است. آقای هاشمی گفت سنگر علم و هنر یکی از بهترین روش‌های رشد اقتصادی و فرهنگی میباشد. به این خاطر ما هیچ وقت سنگر مبارزه از علم و فرهنگ و دانش را هیچ وقت اعلان نکردیم و اعلان نکردیم. ما برای دولت اسلامی خود تعهد می سپاریم که تا آخری قطره خونی که در وجود ما است از منافع ملی خود، از رسم و رواج خود، از کلتور و عنعنات خود، از فرهنگ خود ما دفاع کردیم و دفاع می کنیم. در همین رابطه جوانان و هنرمندان تئاتر دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل در برنامه همایش تقویت نظام در پرتو علم و هنر میگویند که رشد فکری جامعه باعث رشد اقتصادی و سیاسی یک کشور است. دانشجویان بر اهمیت علم و دانش تاکید کرده گفتند جامعه با دانش رشد سریع در عرصه‌های متفاوت جامعه و جهان دارد. علم و هنر که با هم رابطه مستقیم دارد، تاثیرش بر جامعه اینه که علم را برای مردم بفهمانه و همچنان هنر را برای مردم که روایت جامعه و مردم است برای مردم بفهمانه بخیر. اهمیت علم و دانش بر اولا گفته بر خانوما و بر مردم فرض می باشه، یعنی هم خانوم ها میتونه هم مردم میتونه علم و دانش بیاموزه و همیشه انسان باید علم و دانش بیاموزه. گفتنی است که در ختم این مراسم دانشجویان تئاتر دانشگاه کابل با هنرنماییشان اتحاد را به تمثیل گرفته و بر دوری از نفاق تاکید نمودند. همچنان در ختم این همایش نمایشگاه عکس از نقاشی هنرمندان کشور در رابطه به حمله اخیر بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل نیز به نمایش گذاشته شد. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.